سلام بچه ها، به World of Facts خوش اومدید. همونطور که قول داده بودم توی این ویدیو میخواییم در مورد تاریخچه شاهزاده ایرانی صحبت کنیم. شاهزاده ایرانی یکی از محبوب ترین فرانچایز های صنعت گیمینگه که به عنوان اجداد بازی هایی مثل Assassin's Creed محسوب میشه. ایرانی ها علاقه خاصی به این بازی دارن چون شخصیت اصلی پارسیه. 11 نسخه از شاهزاده ایرانی تا به حال ساخته شده که ما توی این ویدیو سعی میکنیم نصف اونا رو بررسی کنیم و بقیهش میمونه برای یه ویدیوی دیگه. شاهزاده ایرانی 1. این بازی توی ایران باستان جریان داره. سلطان به بیرون مرزها رفته تا با دشمن بجنگه. به همین دلیل وزیر بدجنس اون یعنی جعفر قدرت رو به دست میاره. هدف وزیر از این کار اینه که با دختر سلطان ازدواج کنه، اما اون عاشق یه جوان ایرانی یعنی شخصیت اصلی شاهزاده است. در واقع شاهزاده اسم اصلی کارکتر محسوب میشه. وزیر شاهزاده رو توی سیاهچال میندازه و دختر سلطان رو توی برد زندانی میکنه. اون بهش میگه تو 60 دقیقه فرصت داری تصمیم بگیری وگرنه کشته میشی. شما به عنوان کارکتر توی این 60 دقیقه باید دختر سلطان رو نجات بدید. شاهزاده میتونه از سیاهچال فرار کنه و به سمت برج بره. اون توی مسیر با تله ها و نگهبان ها روبرو میشه. توی یه مرحله روح اون از بدنش جدا میشه و باهاش مبارزه میکنه. نکته جالب اینه که شما نمیتونید به روحتون صدمه بزنید. اگه این کارو کنید میمیرید. بالاخره شاهزاده در آخر روح خودش رو بازیابی میکنه و با جعفر روبرو میشه. اون میتونه وزیر رو شکست بده و دختر سلطان رو آزاد کنه. شاهزاده ایرانی 2، سایه و آتش. این بازی 11 روز بعد از نسخه اول اتفاق میفته. در طول این مدت شاهزاده به عنوان یه قهرمان شناخته میشه که تونسته جعفر رو بکشه. سلطان میخواد با اون پول و مقام بده، ولی شاهزاده قبول نمیکنه و میگه میخواد با دختر سلطان ازدواج کنه. سلطان هم بدون معطلی قبول میکنه. بازی جایی شروع میشه که شاهزاده میخواد وارد سالن سلطنتی بشه، اما قبل از اینکه درو باز کنه یک بار ظاهرش تغییر میکنه و شبیه به یک گدا میشه. وقتی اون میخواد با دختر سلطان حرف بزنه، میبینه که یه مرد که دقیقاً شبیه به خودشه از سایه بیرون میاد و دستور میده اونو بیرون بندازن. در واقع جعفر که هنوز زنده است با جادو خودشو شبیه شاهزاده میکنه. وقتی سربازا میخوان شاهزاده رو بگیرن، اون از پنجره میره و فرار میکنه. اون مجبور میشه سوار کشتی بشه و شهر رو ترک کنه. شاهزاده توی کشتی خوابش میبره و رویا میبینه که یه زن اسرارآمیز به اون میگه به دیدارش بره. اما یک باره کشتی به وسیله رعد و برق که از طرف جعفر ایجاد شده غرق میشه. وقتی شاهزاده هوشیاری خودشو به دست میاره، میبینه که توی جزیره خارجیه. اون وارد یه غار میشه که یه سری اسکلت بهش حمله میکنن. در نهایت شاهزاده میتونه با قالیچه پرنده فرار کنه. در همین حین جعفر با پوشش شاهزاده قدرت رو توی ایران به دست آورده و دختر سلطان هم به خاطر جادوی اون به سختی مریض شده و داره میمیره. قالیچه اونو به یه شهر خرابه میبره که مملو از روح و مار و تل است. اونجا شاهزاده دوباره بیهوش میشه و زن اسرارآمیز به خوابش میاد. اون افشا میکنه که مادر شاهزاده است و این شهر زمانی خونشون بوده. شاهزاده یکی از افراد سلطنتی محسوب میشده که بعد از حمله ارتش تاریکی زنده میمونه. در واقع اون آخرین بازمانده است. مادر شاهزاده ازش خواهش میکنه که اون انتقام مردمشو بگیره. شاهزاده با یه اسب جادویی به معبد قرمز میره، جایی که میتونه یه سلاح قدیمی برای شکست دادن جعفر رو پیدا کنه. اون به سراغ مشعل معبد میره. اونجا متوجه میشه که سایش میتونه از بدنش جدا بشه. اون اینطوری میتونه مشعل رو به دست بیاره و با اسب به سمت ایران پرواز کنه. شاهزاده بالاخره با جعفر روبرو میشه و میتونه اونو با مشعل شکست بده. بعد از مرگ جعفر طلسم اون از بین میره و دختر سلطان به هوش میاد. شاهزاده دستور میده خاکستر جعفر رو پخش کنن تا دیگه خطری اونا رو تهدید نکنه. در آخر ما یه جادوگر رو میبینیم که داره از توی گوی شاهزاده رو نگاه میکنه. قرار بود این جادوگر نقش مهمی توی بازی‌های بعدی داشته باشه، ولی هیچ وقت این اتفاق نیفتاد. شاهزاده ایرانی 3. این بازی جایی شروع میشه که سلطان و شاهزاده به ملاقات برادر سلطان یعنی حسن رفتن. چند لحظه بعد سربازای شخصی شاهزاده کشته میشن. خودش به سیاهچال میفته و سلطان توسط حسن گرفتار میشه. اون از سیاهچال فرار میکنه
ولی ما متوجه میشیم که چند سال قبل سلطان به برادر خودش قول داده بود که دخترش با پسر اون یعنی رگنار ازدواج کنه. شاهزاده سلطان و حسن رو پیدا میکنه، اما حسن وقتی که میخواست به شاهزاده ضربه بزنه اشتباهی سلطان رو میکشه. حسن فرار میکنه ولی شاهزاده پسر اون یعنی رگنار رو تعقیب میکنه، چرا که رگنار دختر سلطان رو دستگیر کرده بود. شاهزاده و رگنار چند بار با هم روبرو میشن، اما بالاخره بعد از اینکه رگنار میفهمه شاهزاده قصد تسلیم شدن نداره و دختر سلطان هم نمیخواد با اون ازدواج کنه، تصمیم میگیره که بکشش. رگنار دختر سلطان رو به یه چرخ دنده میبنده تا اونو له کنه، اما شاهزاده سر میرسه رگنار رو میکشه و عشق خودشو نجات میده. بازی جایی تموم میشه که شاهزاده با دختر سلطان دارن با یه موجود پرنده پرواز میکنن، اما شاهزاده داره به سمت مخالف ایران میره. شاهزاده ایرانی شنهای زمان. این بازی در قرن 9 میلادی اتفاق میفته، جایی که شاهزاده داره داستان ماجراجویی های خودشو برای یه فردی که ما نمیبینیم تعریف میکنه. شاهزاده و ارتش پدر شهرام دارن از هند عبور میکنن تا سلطان شهر آزادو ملاقات کنن. اونا تصمیم میگیرن به شهر مهاراجا حمله کنن تا اینطوری بتونن یه هدیه خوب برای سلطان آزاد ببرن. در طول مبارزه پدر شاهزاده با وزیر مهاراجا روبرو میشه. وقتی که میخواد اونو بکشه وزیر بهش میگه صبر کن، من میتونم گنجینه مهاراجا رو بهت نشون بدم. خود شاهزاده در طول این تهاجم میتونه یه شیء باستانی به اسم خنجر زمانو به دست بیاره. هدف اصلی وزیر اینه که شنهای زمانو به دست بیاره، چرا که اینطوری میتونه زمانو کنترل کنه و عمر جاودان به دست بیاره. ما متوجه میشیم که وزیر داره آخرین نفسهای خودشو میکشه و برای همین همه تلاش خودشو میکنه تا اون شنا رو به دست بیاره. اما بعد از پیروزی پدر شاهزاده تصمیم میگیره که ساعت شنی رو به سلطان آزاد بده. در همین حین شاهزاده میتونه دختر مهاراجا رو هم به دست بیاره و اونو به عنوان زندانی دستگیر کنه. وقتی شاهزاده و پدرش به آزاد میرسن با سلطان اون شهر ملاقات میکنن. وزیر به بقیه میگه اگه میخواید قدرت واقعی شنهای زمان رو ببینید بهتره که با خنجر زمان اونو باز کنید. شاهزاده هم این کار انجام میده، اما نمیدونست با رها کردن شنهای زمان در واقع گور خودشونو کندن. تمام افرادی که توی سالن وجود دارن به جز شاهزاده، وزیر و دختر مهاراجا یعنی فرح تبدیل به هیولا میشن. وزیر سعی میکنه خنجر زمان از شاهزاده بگیره ولی اون میتونه فرار کنه. اون با فرح متحد میشه و ازش کمک میخواد. فرح به شاهزاده میگه اگه خنجر رو توی ساعت شنی زمان فرو کنی زمان به عقب برمیگرده. اونا میتونن توی قصر آزاد ساعت شنی رو پیدا کنن، اما شاهزاده دو دل میشه تا دستورالعمل رو اجرا کنه، چرا که به فرح اعتماد نداره. همین دو دلی باعث میشه وزیر سر برسه و اونا بتونن به سختی فرار کنن. این دو نفر توی خرابه پناه میگیرن و اونجا به هم ابراز علاقه میکنن. وقتی شاهزاده از خواب بیدار میشه میبینه که فرح با خنجر رفته و گردنبند خودشو برای اون گذاشته. در واقع کاری که شاهزاده نتونسته بود انجام بده رو فرح قصداش تموم کنه. شاهزاده دنبال فرح میره و میتونه اونا بالای ساعت شنی که توسط هیولاها محاصره شده پیدا کنه. اون برای اینکه جون شاهزاده رو نجات بده خودشو میندازه پایین و میمیره. وقتی شاهزاده داره بالای سرش سوگواری میکنه وزیر بهش پیشنهاد زندگی جاودانه میده اگر اون خنجر رو بهش بده، اما شاهزاده قبول نمیکنه و ساعت شنی رو باهاش سوراخ میکنه. I choose death. این کار باعث میشه زمان به عقب برگرده. شاهزاده هنوز خنجر رو داره و حافظش از آینده رو هم به یاد داره. اینجا ما میفهمیم که شاهزاده داشته این داستان رو برای فرح تعریف میکرده و حالا داره اونو از خیانت وزیر آگاه میکنه. همین موقع وزیر وارد میشه تا شاهزاده رو بکشه، اما شاهزاده میتونه کار وزیر رو تموم کنه. اون خنجر رو به فرح میده ولی فرح فکر میکنه تمام این چیزایی که شاهزاده گفته داستانه و
وقتی شاهزاده داره خارج میشه یه کلمه میگه که فرح تا حالا اونو به هیچ کس نگفته بود. در واقع شاهزاده اون کلمه رو از زمانی که با فرح توی زیرزمین تنها بودن به یاد داشت. این کار باعث شگفتی فرح میشه. نبردهای شاهزاده ایرانی. این بازی با بقیه نسخه ها فرق داره و در واقع یه اسپینافه. حتی سبک بازی هم استراتژیکه. نبردهای شاهزاده ایرانی در واقع به وقایع بعد از شنهای زمان اشاره میکنه. بعد از اینکه شاهزاده سرنوشت خودش که مرگ بود و با به عقب برگردوندن زمان عوض کرد، یه هیولای اسرارآمیز به اسم داهاکا دنبال اون اومده تا شاهزاده رو بکشه. برای همین شاهزاده بین ایران، هند و آروسارا یه اختلاف به وجود میاره که باعث نبرد میشه. هر کدوم از این سه کشور سه تا ژنرال برای مبارزه فرستادن. در طول بازی شاهزاده جعبه رو باز میکنه که به خاطرش یه سری هیولا وارد دنیا میشن. این بازی فقط میخواد به ما نشون بده که جنگ باعث میشه شاهزاده تغییر کنه و شخصیتش تاریک تر بشه. خب بچه ها، اینم از قسمت اول تاریخچه شاهزاده ایرانی. زیاد خودتون رو درگیر این نسخه آخر که توضیح دادم نکنید، چون زیاد ربطی به داستان اصلی نداره و همونطور که گفتم فقط یه اسپینافه. یکی از نکات بی‌نظیر در مورد این بازی اینه که در زمانی که هیچ کس به داستان توجهی نمی‌کرد، شاهزاده ایرانی یه سناریوی فوق‌العاده زیبا داشت. تصور کنید که این داستان برای بازی نوشته شده که بیش از 50 سال از ساخت اون می‌گذره. این نشون میده که چقدر برای اونا سناریو مهم بود. در واقع به غیر از گیم پلی، همین داستان زیبا باعث شده بود که شاهزاده ایرانی یه مدت واقعاً محبوب بشه. نمیدونم شما این بازی رو انجام دادین یا نه، ولی اگه شاهزاده ایرانی رو بازی کردید بگید که کدوم نسخه‌شو از همه بیشتر دوست داشتید. اگه لذت بردید لایک و سابسکرایب فراموش نشه. امیدوارم روز خوبی داشته باشید و تا ویدیوی بعد خدا نگهدار.